سلام وطنداران عزیز، هر جای هستید خوش خندان باشید و ایام های خوشی داشته باشید. امروز با ما همراهی کنید. ما از خانه که حرکت کردیم فعلا به شهری که میخوایم اونجا خرید داشته باشیم به اسم شهر بخواست. و امروز یک روزی چیست؟ روزی بلک فرایدی، روزی بازار سیاه. و مجموعا در سویدن و یا کشورهای اروپایی، دقیقا هم خود من نمیدونم کشورهای اروپایی، اما اینجا روزی که جمعه 25 نوامبر هست، از 25 تا 30 نوامبر این روزی هست که به مغازه‌ها یک تخفیف های ویژه میده برای مردم. و تخفیف های ویژه هستن که اگر جنس که مثلا از 100 درصد تخفیف ویژه شون، مثلا 70 درصد تخفیف ویژه میده، میگه 30 درصد چه پرداخت کن، 70 درصد چه تخفیف هست. و اینجا میریم خرید میکنیم. اما خودم امروز من برم لباس میخرم و موادهای غذایی و یک چیزای لوازمی خانگی ما لازم دارم خرید کنم. به خاطر همین که من باید امروز برسم تو مغازه، ولی اتفاقا گرچه هوام سرد است، ما تو جاده هستیم و با وطنداری عزیز ما ببینید که ما در جاده هستیم. اتفاقا امروز گرچه هوام خوب است، یکی سرد هست، ولی اتفاقا گرچه هوا خوبه به خاطر اینکه هوا ابری است و سرد است. سلام دوستای عزیز، ما داخل شاپ سنترم آمدیم و چیزای خریدی داریم خرید کنیم. بعدش ما یک لباس های
لباس های ورزشی لازم داریم، خرید کنیم. بعدش میریم چی؟ استودیوم. بعدش امروز هست بلک فرایدی. واقعیتش خیلی شلوغ است بازار. همین این هم که درخت کریسمس که آماده گذاشته به خاطر همین شلوغ است امروز. میریم که چی چیز پیدا میتونیم و چیز چیز خریدن در متخفای ویژهشون معلوم میشه. واقعا خیلی شلوغ است. اوه این گفا کامانو تصادف کنید. و داخلی کورنبریلان یا ولایت هست، همین بزرگترین مرکز شادش هست. باش ما بریم به استودیو خرید کنیم. من پایین شدم از آسانسور، بریم یک پرسنال مارسمال پیدا کنیم تا یک چیزی خرید کنیم. سلام وطنداره عزیز، ما لباس خریدیم. بعدش یک شلوار با شلوار یک شورتک با یک از تیشرت های ورزشی خریدیم. بعدش شدن 710 کرون. وازیادم خراب منم به خدا چیزا رو نخریدم، پلاستیک نخریدم، بخاطر اینو دادیس رو گرفتم. پلاستیک 10 کرون بودن. وضعیت اقتصادی خیلی خراب است. وضعیت اقتصادی وضعیت خراب است. بعد همین اینجا سر صدا شلوغی است. بعد بریم اینا رو بذارم در ماشین دیگه. همین وضعیت خراب است. سلام علیکم، یه روی خیلی همین بریم الان یه چیزا رو در ماشین میذارم. اوه در خوردی است. منم یک چی خریدم، یک شلوار خریدم از لیویس. بعدش اینا مفیکم تاکس. ما یک شلوار خریدم، یک بیکسو اینا دیگه از چی میدیم نیویورکو. بعد لیویس. بعد من دنبال یک چیزا هستم تا برم یک میکروفون اینا بخرم. من داخل بازار هستم، خیلی شلوغ هست. گرچه شلوغ زیاد هست، همه روز جمعه همه ریختن سر و پای چند سر و پای چند. آرام آرام، امنیت کفی خاصی نیست. سلام علیکم، اینجا وطن دارای دیگه هم بود. بعدش ما یک خرید کنیم در چی؟ چی میگه؟
میکروفون بخرم میریم الگانتن شیل کمپنی. دوستای عزیز دیگه ما حالا پلن خرید ما کردیم دیگه، سمت خانه موریم، لباس خریدیم امروز، بعدش مواد غذایی خریدم. اتفاقا مواد غذایی همچی گران شده اروپا اصلا نمیشه خرید کرد به خاطر همین. من امروز میدونم شاید یک 20 روز اینا مواد غذایی 20 روزه شاید خریدارشون شده 1700 کرون به پول سوئد، میشه 170 دلار به دلار حساب کنم تقریبا. خیلی وضعیت زندگی سخت است به وطن دارا. شرایط اروپا اومده که به خاطر برق و برق هم گرانه، همه چی گرانه و دیگه. امروز همین بود بلک فرایده، بعد با خریدهایی که داشتیم بالاخره خرید کردم و اینجا هم یک بازار سیاه گفتم چه روز جمعه سیاه. این کنکش ها اگر متوجه نباشید میگیره چیه، اما قیمتی قبلا داشتن و قیمت میبره بالا، بعد دوباره هم قیمت قبلی رو میزنه، بعدش میگه 30% تخفیف باید زرم باشه. من امروز میدن یک دوستان خیلی جالب صحبت کنم به شما وطن داره. من رفته بودم چی بودن؟ زر پرانی میخواستم بخرم، بعدش اون قیمتش گذاشته بود اونا قبلا بودن 189 کرون، بعدش من امروز رفتم نگاه کردم که چسبای دیگر ها چسبا بود، امروز چسب میزد و 219 کرون قیمتش گذاشته بود بعد تخفیف ویژه 30%. بعد من چسبا را کندم آوردم به دختره، دختره حساب کرد 219 کرون، بعدش من برگشتم بودم این ببخشین یه 189 کرون بوده، بعد شما 219 کرون حساب کردید. بعدش من 30 کرون رو پس گرفتم، همین خیلی خاطر جالب بود. باید زرنگ باشید همه کارا دیگه، هر جای وطن دارا باشید. ما سمت خانه الان فعلا دیگه سر فرمان ماشین هستم، شب هم هست اینجا، هوا خیلی زود شب میشه، اروپا سرد است، بدبختی و بیچارگی زیاده. ساعت 4 میشه، 4 میبینیم، ساعت چند الان؟ ساعت 7:30 سر شب شد. از سردی میگه از سردی دندان میشکنه، واقعیتش همون قسمیه. همین شهرشون ببین، شهر همه خلوت است، هیچ کی نیست در این شهر. از سردی میایم متراز ما رو می آدم دیده نموشه در این شهرهایشون. این هم شهرهایشون میبین خلوت. یک چند نفر؟ 4 نفر می از اون بر 4 نفر بیشتر زیاد نمی. خب من ماشینم چراغ صاف شد، باید بیندازیم بریم اینا. ترافیک آروم است، باید یواش شد از شهر الان تقریبا بیرون میشیم. چرا بلنکه کردین؟ پلیس نباشید بیشتریم. سویدن میگه، سویدن زندگی سخت است همینجا. به تصویر طرف ما میگیریم این دوست دردون ما دیگه خورده تصویر نویاد است، کامرامان لازم داریم. کسی که دمی سویدن و یا کشورهای سویدن و یا دانمارک هستم یک تا کامرامینی تخصصی لازم داره، کسی خوب حرفه بلد باشه. زیر ویدیوی ما کامنت کنید، ما با ما در تماشید، ما یک کامرامین لازم داریم. خب تصویرهای خوشگل برداره اینا. باز وطن داره دیگه، ما هم الان از شهر بیرون شدیم دیگه، تا اگر
باز صحبت کردیم که صحبت کردیم، اگر نشد دیگه خدا یارتون، هر کجایی باشین خوش و خندان باشید. یادتون نره ویدیوی ما رو لایک و کامنت و شیر، هر نظراتی داره بنویسید، ما قابل قدر است. کسی که فوشم میده از لحاظ کسایی چی میگه سویدن چی میگه؟ دیمنس، یعنی روح روانیش، روح روانیشون خوب نیسته، در خانه ششته بیکار، در وای فای اکش در دست چلان. بیا یک دم یک فوش خوار مادر بیدیم که چی کار است. او بیادر چرا فوش خوار مادر بیدی؟ اصلا امو فوش خوار مادر ندی، اصلا کامل نمیشته نکن. جایی که از این کارامونی برو یک ورزشی کود، هوای باز، جیمی، دویشی، یک اکتیویتیت مثلا، یک سپورتی بکن که به خاطر روح و روانت خوب بشه. بعد دمی یک سر وقت ما هم از بیشتری که مثلا من ویدیو درست میکنم زحمت میکشم ویدیو میدنی، خیلی زمان میگیره تا ویدیو رو آپلود کنی درست کنی، خیلی زمان. بعد میبینیم که یک نفر از لندن و از آمریکا و از کجا و کانادا دهان فوش خواهر مادر داد. و بیادر محترم مده چی کار کردیم؟ مگه زمین بابایت رو خوردیم؟ کاری نکردیم مطمئن، فوش نباید بدی. اگه شما مرد هستی، زدنی هستی، اون بار افغانستان پرچم سرنگ ملی خورده میدان دمون شهر کابل بالا کنید که ببینید شما زدنی هستید یا نه. اگه مرد هستین زدنی هستین، برین یک همون پرچم سرنگتون در شهر کابل دمونگی بالا کنید که ببینید که کی هست کی نیست. باز وطن دارا خوش آرام باشید، دیگه از دویتین خوش خندانش وقت خوش، خداحافظ.